شب جمعه است، ما داریم میریم خونه برادر سایه به چیکه کرد شب جمعه است. بعد تو طول هفته اینجا اقعا همه بیزیان، نمیرسیم هم دیگر رو ببینیم. آخر هفته که میشه یه تونتون شروع کنیم هم دیگر دیدن. فردا شب ما رو بریم خونه خواهر من، پس فردا شب ما اون یکی خواهر من رو بریم کنسرت شهرام شبره. بعد حالا پیاده بشیم، تیپامون هم نشونتون میدم. من موهامو صاف کردم، بعد دو سه تا کرم مو به موهامون زدم که باعث شده حالا برسم خونه نشونتون میدم، باعث میشه مو خیلی قشنگ سشوار کشیده بشه. من قبلا سشوار میکشیدم، موی خشک و سشوار میکشیدم، هز میشد، اصلا خوب نمیشد. ولی این دو سه تا کرمی که زدم هم موی من خیلی خوب شده، هم موی سایه. نمیدونم معلومه یا نه، انگار کراتینه کردی. حالا خونه نشونتون میدم. من یه دونه کت دارم، این رنگ شوتوریه، مال زارای. بعد اینجاش خیلی اپل داره و اینو آدم رو چارشونه نشون میده. من هم دوست دارم، هم احساس میکنم یکم مسخرم میکنه، ولی در این حال خوبم هست. این گردنبند مرواریدم از آمازون گرفتم، اونم 10-11 دلار، چند لایه از همش به هم دیگه ولی بسته. یه تاپ مشکی، یه شلوار مشکی. بعد تنها اشتباهی که توی این تیپ زدم کفشامو خیلی بد انتخاب کردم، ولی دیگه چیز دیگه ای نداشتم که بپوشم. الانم توی چیزی استریت کارین تی تی سی داریم میریم سمت داون تاون که خونه برادر سایه است. خیلی بده، اینقدر بده که الان واقعا دارم خود برگردم خونه. شبیه دلمک ها شدم. داداش هنرمندم. چه من فقط معلومه تو میز چی دارن هیچ اصلا. امید are you ready, are you single ready to mingle؟ نه شنبه است. ما دیشب که از مهمونی برگشتیم جفتمون قش کردیم، خوابیدیم. البته سایه خیلی خونه رو تمیز کرد. منم از صبح که الان بلند شدم دارم حسابی خونه رو تمیز میکنم، اورگنایز میکنم که بتونیم برای امشب که داریم بریم خونه خواهرم خونه رو تمیز داشته باشیم، چون صبح من چند تا کلاینت حضوری آنلاین دارم، باید همه چی مرتب باشه دیگه. صبح زود که بلند بشم وقت نیست. حالا یکم دور خونه بهتون نشون بدم. کلی رخشویی. من یه سری لباسا رو که ترجیح میدم تو خشک نره اینجوری آویزون میکنم که با هوای معمولی خشک بشه. اینا همه چیزایی که اخیراً خریدم باید اورگنایز و سورت اوت بشه بره جاهای مختلف. اینجوری یکم شلوغ پلوغه، کلی رخشویی. من نمیدونم، ما دو نفریم، اونقدر هم چیز نداریم، ولی انقدر زباله تولید میکنیم که حد نداره. بعد الان بیام حموم رو تمیز کنم، این جرمگیری بکنم، اینجا آرای مقدار چیز شده، زرد شده، نارنجی شده. الان حتی دارم پنجره رو تمیز میکنم. یکی از مشکلات خونه ای که پنجره بزرگ داره این شکلی اینه که این پنجره ها خیلی کثیف میشن و خاک میشینه روش، بعد به نظر میاد که بیرون کثیفه، ولی در صورتی که شیشه هاست. فقط با این دستگاه جدید الان نشونتون میدم. میخوام تمیز بکنم همه رو، میتونم یهو بذارم یه جا، بعد مثلا این اطراف خالی بشه من بتونم رو تی بکشم، جارو بکشم،
اعصاب خردیش موقع تمیز کردن کم میشه، چون من خود بی‌حوصله‌ام وقتی که بخوام تمیز بکنم، ولی خیلی لازم باشه وسایل جابجا کنم و بالا پایین کنم تا بتونم بالاخره تمیز کنم، یهو اصلا نمی‌کنم. برام این سیستم جعبه کردن خیلی خوبه. الانم این دو رو جمع‌گیری کنم. اگه شما هم مثل من حوصله مایتاب داغ کردن ندارید، یه از این هات پلیت ها خیلی به دردتون میخوره. آی آی آی. بلا فاصله هم ساعتش رو باید دست مال تمیز میکنم. یه راحت اینم غذای نهار تا شب که بریم خونه خواهرم یه شام خوشمزه بخوریم. من یه دوش گرفتم خستگیم در بره. این توالت و اینا رو شسته بودم، این میکروباز رو بدنم بلند شه. الان میخوام برم یه پیاده روی بکنم یا یه ساعت و خورده ای بیام ورزش بکنم، بعد دیگه تا همه اینا تموم بشه سایه هم برگشته حاضر بشیم، چون خونه خواهرم یه مقدار از اینجا دوره، یه ساعت تقریبا با رانندگی کنیم سری راه بیفتیم بریم. گفتم سه شوهر میکشم، یه دو تا کرم مو میزنم که این دو تاست، یکیش مال داوه یکیش مال پنتنه. همینجوری پیداشون کردم، خیلی تحقیق خاصی نکردم ولی خیلی خوب جواب داد. این یه اسپریه که من الان به موهام که یه مقدار رطوبتش خیسیش رفته به مرطوبه میزنم، ماساژش میدم حسابی، اینو هم به موی سایه میزنم هم به موی خودم. بعد برمیگردم خونه سشوار میکشم، بعد اینکه سشوار کشیدم تموم شد اینو بهش میزنم. این واسه موخوره است. دیدین وقتی آدم سشوار میکشه موها اینجوری رو هوا وای میسه تیکه تیکه، حالت شاینی نخته مثلا موی اسبی نداره. این کمک میکنه که اون موخوره ها، یا حالا با قول خودشش نوشته split end که انگلیسی فکر میکنم موخوره است، اینا برگرده داخل اون بافت مو قرار بگیره. خیلی چیز خوبی، هم روی موی من خوب جواب داد، هم سایه. جفت ماها موهای نسبتا صاف و لختی داریم، ولی خب یه مقدار وز میگیره. این روش نوشته ویتامین C توشه و یه سری آمینو مثل حالت چیز پروتئین توشه که کمک میکنه اون مو حالت چیز بگیره، جون بگیره یه مقدار. اینو من میزنم، یه مقدار ماساژ میدم و میذارم رو موهام بمونه. بریم الان بزنیم یه مقدار اتفیتایی هم که واسه شب آماده کردیم و نشونتون بده. ورزشیه واسه پولاباره که من ازش به عنوان رختکن استفاده میکنم. این اتفیت منه، یه دونه عکس تو اینستاگرام دیدم که یه دونه پیرن اینجوری پوشیده بود با گردنبند مروارید، من خیلی خوشم اومد با شلوار جین. اینو میخوام بپوشم، شاید روش یه دونه کت اینجوری هم بپوشم، ولی الان که فکر میکنم این اصلا به این نمیاد. حالا در عمل میبینیم چه شکلی میشه. اینا برا منه، اینا هم برا سایه است، یه شلوار جین تیره، بعد یه دونه پیرن این شکلی که حریره ولی زیرش تاپ سیاه میپوشه، یه گردن بند روش که حالت مدل ایرانی داره، هم یه تیکه گبس چیه روش، هم میدونه کت چرم این شکلی. حتی هنوز موافقتش رو اعلام نکرده، من فقط اینا رو آماده گذاشتم که از که سر کار اومد اون دیگه خسته است، همه چی آماده باشه بتونیم سریع حاضر شیم. خیلی با خیال راحت، من از اینکه قبل مهمونی رفتن خیلی دور خونه آدم بچرخه و دنبال وسایل باشه و اینا خیلی بدم میاد. دوستان همه چی خیلی مرتب آماده باشه، بریم راه بریم. من تقریبا 80 دقیقه راه رفتم، حالا اومدم جون ساختمون، یه نیم ساعت هم اینطوره ورزش کوچیک و استرچ میکنم و برم بالا بکنم سریع هم جلسه. یه 30 دقیقه هم ورزش دیگه بریم خونه حاضر بشیم. خب بچه ها، من یه مقدار اسرائیل رو عوض کردم چون که اون کجینه خوب نشد، کت چرمه که سایه قرار بپوشه من پوشیدم، یه کمربند مشکی، این اون پیرهن است و گردن بنده، اوورال رو که بدی نشد، به قول سایه یه دونه موتورسیکلت 6 اگزوزه کم دارم. بچه ها این من اینم موها با فلاش که معلوم بشه که چقدر چیزه خوب صاف شده و برق گرفته و اون حالت چیزو خیلی خیلی کم داره.
مخوره دیده نمیشه تقریبا، یا حداقل من نمیبینم. پسر ما پیاز داشت. آره اینو من بنازم. لون هر کم. شیرازی، برنج زعفرونی، خورشت قرمه سبزی، هدیگ، لوبیا پلو با هدیگ، یه سالاد شیرازی دیگه، گل. حالا من بگم نشونه تو بدم برشو نظری تو چیز خونه من نظر چون همین این رو میگن که تو مامان فایزه ای. خب باید افتخار کنی که مامان منی. افتخار میکنم ولی حالا جانا تنها کسی که میتونم ازش فیلم رو بگیرم همه اینجا ممنون تصویرم. سیمرغ بلورین از نصف کفکی جشنواره ونیز. دمت گرم. خب بچه ها ما حاضر شدیم که بریم کنسرت. میخوایم قبلش یه کوچولو هم پیاده روی کنیم. الان ساعت 5:30 کنسرت ساعت 7 شروع میشه. میگن 7 ساعت 8 تازه میان روی سن و اینا. یعنی وقت داریم. این لباسی که من پوشیدم لباس مال لولمنه. من یک سال پیش خریده بودم هیچ وقت استفاده نشد. یه دونه سرهمیه وی تکنیکلی تو لاینر چیزای ورزشی و اسپورت. من یه دونه کمربند مشکی نازک اینجوری بهش زدم که یکم از حالت یه تیکه درش بیاد. این کمربند مال آمازونه. این کفش مشکیام هم که چند سال دارم رستمای دست اسلحه. اینا مال مارکت کورسه. یه دونه کتم شیت کت مشکی بلندم روش میام که من پلنمه که اینجوری بپوشم. این همچه حالت سایم خواست اینجوری بکنم سایم نشونه. ما یک کلم به لباس و اینو سفارش داده بودیم مثلا امشب که نرسید که چه بهتر و خاطر این کم نارو میپوشیم هزینه اضافه نکنیم بی خودی. ولی خیلی اکسایتد بودم که سه لباس هایی که از چنم گرفتم رو بپوشیم. این هم خانم سایه با یه کت مشابه مستاری تو جمعه داشتان من داشتان بچه این تیپ های ماست. ما تا خیلی به این کت ها مخندیدیم ولی somehow it's working, ها؟ It's trying. آره. Christmas Carol. آره. بلد چیزی؟ Christmas Carol. آره. بخون. بچه ها شاید باورتون نشه این تیپ سایه فوق‌العاده تیپ خارجیه. مثلا ما اینجا خارجی خوشتی ببینیم این شکلیه کانادایی شا خیلی اکشلی من خیلی تیپتو دوست دارم فوق العاده است. I love it. گوشه خیابون کفش ماشنه دارمونو پوشیدیم تا قدر ما اومدیم پیاده روی هم کردیم همزمان. معمول همه شروع نشده گفته بودن هفت بیاییم.
شد، خیلی هم خوش گذشت و بی نهایت شلوغ بود. یعنی من دفعه اول بود این همه جمعیت رو یه جا می دیدم. خیلی خوب بود، خیلی حال داد. صدامون گرفت نتیجه کشیدیم. ما یه 45 دقیقه داریم راه میریم، دیگه رسیدیم به خیابون بلور. از اینجا اوبر میگیریم میریم خونه. ما همیشه سعی میکنیم بیرون که میایم، حالا قبلش بعدش فیما بینش، یه پیاده روی حتما عد بکنیم توش که با یه تیر چند نشون زده باشیم. امروز من با احتساب تمام رقصایی که تو کنسرت کردیم 19000 قدم من چیز کردم برداشتم. ساعت 11 و نیم شبه.